افزایش ناامنی ها به ویژه رویدادهای هراس افگارانه اخیر در پایتخت پای شماری از مقام های نهادهای امنیتی را به مجلس سنا کشانید. در این نشست مجلس سنا رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که ستون پنجمی در نظام وجود ندارد و این گفته ها را تبلیغات سو در برابر دولت میداند. ستون پنجم و ستون ششم نیست، ستون سیاسی است، رقابت های سیاسی است. هر کسی یک کسی باید متهم بسازن، یک کسی را بگوین که مثلا فلان نفر در ارگ است پس این ستون پنجم است. این مسئولان امنیتی میگویند که تظاهرات چند روز پیش بر بنیاد قانون رو اندازی نشده بود. کسی امرای سنگ زده شده بود، کسی امرای چوب زده شده بود، کسی به حساب یک دو نفر به مرمی اوگار شده بود. ما تا فعلا کدام گپی نداریم در این مورد که البته کدام از اینا به اساس فایر زخمی شده باشه. شما را جریان هستید تظاهرات از دکتران از خیرخانه رفتن تا با اینجا رسیدن، با پلیس هم پلک کسی نزد و همین فرزند ما که شهید شده از خیرخانه تا با اونجا به مردم گفته که پلیس برادران ما هستن، نظم تطبیق میکنن، قانون تطبیق میکنن، پلیس همکاری بکنن، با پلیس درگیر نشوید تا با آخرین لحظه ای که پلیس و یا هر جنایتکار دیگه بی‌رحمانه برای از آتش میکشه. رئیس امنیت ملی در حالی که ناتوانایی ها را در نهادهای استخباراتی میپذیرد اما میگوید که برای مهار عمله های هراس افغانانه بیشتر میکوشند و تدابیر امنیتی را در روز به خاک سپاری سالم عزتیار بسنده نمیداند. ما با وجود همه از این نقصات، با وجود همه از این مشکلات، امروز بسیاری از دستگاه های استخبارات منطقه سریعی هم اعتراف میکنه و هزی هم ترسم دارن و تمام. اما این گفته ها با واکنش های تند شماری از اعضای مجلس سنا روبرو شد. شما نمیتونید نظام درست رهبری کنید، یک قماندانی گاردیجان قصد از کارش به جای نیست. شما لطفا خودتان بگیرید چی شایستگی خود اینجا احساس میکنید؟ آیا شما وجدانم در اجرای وظیفه راحت هستیم؟ پس از عمله های خونین کابل تظاهر کنندگان از حکومت خواستند تا مقام های امنیتی را برکنار بسازد. اما بدنبال عمله های انتحاری در مراسم بخاک سپاری پسر معاون مجلس سنا جمعیت اسلامی نیز در برابر حکومت موضع گرفت و از حکومت خواست تا این مقام ها را برکنار بسازد. اما حکومت این خواست را نپذیرفته است.